بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و وقت بخیری دارم خدمت شما شاگردان عزیز. امیدوارم که سالم و تندرست باشین و با ما جلسه 12 از فیزیک صنف 7 را آغاز کنیم. فصل جدیدی که از کتاب صنف 7 با شما شروع کنیم مرتبط با نور و نور در زندگی بشر از ارزش والای برخورداره. در ابتدا که برق و بالاخره گروپ و جنراتور و اینا وجود نداشت، تمام زندگی بشر تنظیم شده بود به این که آفتاب صبح طلوع کنه، بعد بشر شروع کنه به کار و فعالیت، و بعد وقتی غروب آفتاب بود و شب شروع میشد، بشر فعالیت شروع به ختم میکرد و دیگه کار بشر به تمام موضوعاتی که در روزمره انسان ها داشتن تعطیل میشد. و بحث دیگه خود همون نور آفتاب هم بازم از اهمیت والای برخورداره، چون موضوع ما و شما امروز مرتبط با نور و نور که سبب میشه ما و شما بتونین همه اشیا، همه اجسام و محیط ما حول خور ببینیم. اگر نوری نباشه پس ما و شما هیچ چیز دیده نمیتونیم. پس نوره که سبب شده ما هر ارشیر ببینیم. امروز با شما در رابطه به نور و موضوعات در رابطه به جزئیات نور انشاءالله تعالی میخونیم. یک، نور. گفتیم نور نوع انرژیه که سبب دیدن اجسام میگرده. پس اگر نوری نباشه ما و شما هیچ چیز دیده نمیتونیم. نور و دیدن. در ابتدا مردم فکر میکرد که نور باید از چشم ما نور به طرف جسم میفته و ما و شما موفق میشیم او جسم رو ببینیم، و این نظریه کاملا به اشتباه بود که یعنی نور میفته به چشم ما، بعد از چشم ما میفته طرف جسم مقابل و ما او رو میتونیم ببینیم، و کاملا این موضوع چه کاره؟ اشتباهه. اگر ما و شما به یک اتاق بی نهایت تاریکی باشین و ما و شما به پیش خود خو به این جایی که هستین مثلا یک چراغ مشتی روشن کنیم یا صفحه موبایل روشن کنیم، آیا این که طرف ما روشنه ای است ما و شما او کنج اتاق که یک شی قرار داره میتونیم ببینیم؟ نه. پس در چی حالت میشه ما یک جسم ببینیم؟ و این نظریه که در قدیم بوده و غلط ثابت شد. زمان ما و شما میتونین یک جسم رو ببینیم که ابتدا نور به او جسم برخورد کنه و از او انعکاس کنه و برعکس بشه به چشم ما برخورد کنه. دقت کنه شاگردای عزیز، یک بحث نور داریم، یک بحث جسم داریم و یک بحث چشم. چی وقت ما و شما موفق میشیم که یک جسم رو ببینیم؟ ابتدا که مردم نظریه داد که نور بفته به چشم ما، از چشم بفته به جسم، که یه اشتباهه. و راه درستی و چیه؟ ابتدا باید نور وارد بشه به جسم. وقت نور به جسم تابید و حتمی نوری که برگشت میکنه به چشم ما و شما برخورد کنه، یعنی مرحله دوم. پس در این حالت ما و شما موفق میشیم که یک جسم ببینیم. حتی اگر به جسم نور تابید و به او جسم نور وارد شد، اما از او جسم نوری به چشم ما و شما برخورد نکرد، بازم ما و شما او جسم دیده نمیتونیم. پس در چی حالت فقط یک جسم قابل رؤیت یا قابل دیدنه؟ زمانی که نور به او جسم بتابه و نور از او جسم منعکس بشه و او نوری که منعکس شده و انعکاس یافته به چشم ما و شما چکار کنه؟ برخورد کنه. پس چکار شد؟ نور به جسم بتابه و وقت منعکس میشه به چشم ما و شما برخورد بکنه. در این صورت ما و شما جسم دیده میتونیم، در غیر از این هیچ جسم دیده نمیتونیم. پس اون نظریه‌ای که مردمان در گذشته داشتن کاملا غلطه. فعالیتی داده برای ما و شما که مرتبط با بحثی که من بیان کردم، شکل 2 فصل 5 ببینین و در گروه خود راجع به او بحث کنیم.
ما و شما وقتی به این تصویر نگاه میکنیم، شمع و دو دانش آموز و کتابایی که پیش اینا بازه، اینا رو ما و شما میبینیم. علتی که ما و شما اینا رو میبینیم چیه؟ چون نور به او اشخاص تابیده و به او کتابا تابیده و از اونا به چشم ما و شما منعکس میشه. این یک گفت. یک برداشت دیگه که ما و شما از این تصویر داریم اینه که بعضی از اشیا که هست خود اینا نور تولید میکنن و همون نور تولید شده خود اینا سبب میشه تا ما اونا رو ببینیم. اما بعضی از اجسام که هست هیچ نوری تولید نمیکنه، به وسیله نور دیگه شی اونا قابل رؤیته. مثلا ماه، زمانی که ما و شما از طرف شب ماه با آسمان میبینیم، خب اون نوری از خود نداره. اون نوری که سبب میشه ما و شما ماه ببینیم نور آفتابه که میتابه بالای ماه و بعد به چشم ما و شما برخورد میکنه و ما و شما میتونیم نور ببینیم. خب پس اجسام از نظر تولید نور ما و شما باید بفهمیم. اجسام از نظر تولید نور به دو دسته تقسیم میشه. یک اجسام منیر یا روشن. عبارت از اجسامی هن که نور تولید کنن یا دارای نور باشن. مثل آفتاب، مثل غروب، اینا خود اینا دارای نورن و میتونن چی تولید کنن؟ نور تولید کنن. و ما و شما وقتی این اشیار میبینیم به وسیله نوری که خود اینا تولید کرده اونا رو ما و شما میتونیم ببینیم. و دست دوم اجسام غیر منیر، یعنی اجسام تاریک یا اجسامی که نور تولید کرده نمیتونه. مانند زمین، مانند دیوار، مانند مارکر یا هر شی دیگه که ما و شما میتونیم اون مثال بزنیم. این اشیار ما و شما چی وقت دیده میتونیم؟ زمانی که یک نور دیگه بالا از اینا بتابه و اون نور منعکس بشه و به چشم ما و شما برخورد کنه، در این صورت ما و شما موفق میشیم اجسام غیر منیره ببینیم، که مثالی هم پیشتر زدیم برای ما. یا وقتی ما و شما طرف تخته نگاه میکنیم، تختر میبینیم، مارکر نگاه میکنیم، یا با اتاق وقتی وارد میشیم اشیای مختلف میبینیم، علتی که ما اونا رو میتونیم ببینیم چیه؟ نور به اونا تابیده و از اونا به چشم ما و شما برخورد کرده. چون اکثریت و اشیایی که داخل اتاق یا صنف ما و شمانه اینا اجسام غیر منیره، خود اینا نوری تولید کرده نمیتونن. همین نوری که ما و شما در رابطه به او بحث میکنیم چگونه انتشار میکنه؟ یعنی وقتی ما یک گروپ روشن میکنیم، یک چراغ مشتی روشن میکنیم، یا نور آفتاب زمانی که به طرف زمین میرسه، این نور چگونه میرسه؟ انتشاری و چگونه‌ایه؟ و مسیر حرکت نور چگونه‌ایه؟ شاگردای عزیز، ما و شما به راحتی چندین تجربه رو میتونین انجام بدیم. یک نوعی تجربه، زمانی که از بین برگای درخت ها نور آفتاب میفته و ما و شما از یک قسمت رو نگاه میکنیم، میبینیم که به شکل خط مستقیم نور حرکت کرده. یا وقتی از یک سوراخ میبینیم که نور وارد شده و به داخل اتاق یا صنف یک جای تبیده، ما و شما میبینیم نوری که از سوراخ وارد شده به صورت خط مستقیم به اون منطقه تابیده و ما و شما گرد و غبار رو داخل از اون نور میبینیم. پس انتشار نور به صورت چیه؟ به صورت خط مستقیم. نور آفتاب هم به صورت خط مستقیم انتشار میکنه، نور گروپ و نور چراغ مشتی و تمام نورا. یا یک فعالیت دیگه که داخل کتاب ما و شما داده، میگه سه ورق مقوار اینا سوراخ‌هایی کنیم با همدیگه برابر و این سه ورق به ترتیب رد برد هم قرار بدین و بین اینا چکار باشه؟ فاصله باشه. یعنی یک ورق، ورق دوم و ورق سوم. وقتی که ما و شما اینا رو با فاصله از همدیگر قرار دادیم، اگر سوراخ ها رو برابر کنین و به او طرف سوراخ یک منبع نوری باشه مثل چراغ مشتی یا گروپی، ما و شما مستقیم از بین هر سه سوراخی که ایجاد کردیم منبع نور رو میبینیم. پس این برای ما و شما ثابت میسازه که انتشار نور به صورت چیه؟ به صورت خط مستقیمه.
و نور آفتابم به همی حالت انتشار میکنه، مثل که ما و شما به تصویر میبینیم از بین برگ درختا زمانی که نور وارد شده، بعد به صورت خط مستقیم چکار میکنه؟ شعاعات وارد زمین میشه. پس خیلی ساده، نور در محیط شفاف به مسیر خط مستقیم منتشر میشود. این هم فعالیتی بود که در رابطه به سه مقوا ما برای شما گفتم. خیلی واضح دیده میشه که هر سه مقوار چه کار کرده؟ به یک حالت قرار داده و سوراخ‌های اینا رو با همدیگر برابر، یعنی سوراخ‌های مقوا پی و بالا نباشه. وقتی از روبرو نگاه میکنه از بین اولین مقوا، میبینه که منبع نور یعنی شمع میبینه. پس اگر وقتی ما و شما سه مقوار قرار میدیم به این حالت و به هر سه مقوا سوراخ‌های دایروی مانند کوچک مسوی ایجاد میکنه، و به این قسمت چی وجود داره؟ منبع نور مانند شمع. حالا اگر انتشار نور به صورت خط مستقیم نمی بود به این حالت، اگر به صورت خط مستقیم نمی بود، پس چه کار میکردی؟ تو بالا میشد، و زمانی که تو بالا میشد شاید به این سوراخ اولی وارد میشد، اما به این قسمت که میرسید یا به طرف بالا میرفت یا به طرف پی میامد. یا برعکس، وقتی از مقوای اول وارد شد، از دومی وارد شد، خب به این قسمت باید یا بالا یا پی میرفت. پس هیچ نوع تغییری به مسیری رو نمان. و ما و شما از این قسمت که با چشم میبینیم، میبینیم که چکاره؟ منبع نور میبینیم که از هر سه سوراخ عبور کرده و این سه سوراخ هم پی در پیه و با همدیگر برابره. از این جیفه میدیم که مسیر انتشار نور یک خط مستقیمه و هیچ تغییری به مسیری رو وارد نمیشه، به شرطی که محیط شفاف باشه. باز اگر محیط شفاف نباشه، موضوعاتی که باز به فیزیک صنف دهم خونده میشه. بزرگترین سرعتی که تا به حال در طبیعت شناخته شده سرعت نوره. یعنی ما و شما هیچ چیز یا جسم تا به فعلا ندارین که سرعتی و از سرعت نور بیشتر تر باشه. نور تقریباً 300 هزار کیلومتر به یک ثانیه طی میکنه. چقدر؟ 300 هزار کیلومتر به مدت یک ثانیه. اگر یک جسم پیدا بشه که بتونه چنین سرعت داشته باشه، یعنی 300 هزار کیلومتر به یک ثانیه طی کنه، پس این جسم چه کار کرده میتونه؟ اگر وسیله وجود میداشت که با این سرعت حرکت میکرد، در یک ثانیه 7 دور به گرد کره زمین میتونیست بزنه. چند دور؟ 7 دور. به چه مدت؟ به یک ثانیه. پس سرعت نور بیشترین سرعت در طبیعت داره، حتی از سرعت صوت هم کرده بیشتر تره. ما و شما مثلا وقتی از هم 200 متر فاصله داریم، 300 متر فاصله داریم، وقتی یک صدا میکنه یا صدای بوق موتر شنیده میشه، فورا ما و شما از فاصله زیاد میفهمیم. با این حال که صوت سرعتی و زیاده، با سرعت نور از او هم که ده بیشتر تره. یعنی چیزی فعلا وجود نداره که سرعتی و از سرعت نور چه کار باشه؟ بیشتر تر باشه. چقدر سرعتی و 300 هزار کیلومتر در مدت یک ثانیه. ما و شما پیشتر اجسام را از لحاظ تولید نور دسته‌بندی کردیم و هر یک را برای شما تعریف کردیم و مثال زدیم، و حالا می‌آیم اجسام از نگاه جذب و عبور نور توضیح میدیم به شما، و اینا را چه کار میکنیم؟ دسته‌بندی میکنیم. از نگاه جذب و عبور نور اجسام را میتونیم ما و شما به سه دسته تقسیم بندی کنیم. به چند دسته؟ سه دسته. یکی میشه اجسام شفاف، بعدی میشه اجسام نیم شفاف، و دسته آخری هم میشه اجسام کدر، تیره و تاریک. گفتیم بچه ها به چند دسته تقسیم کردیم؟ از نگاه جذب و یا عبور نور به سه دسته تقسیم کردیم. دسته اولی چی گفتیم؟ گفتن اجسام
شفاف. دست دومی رو گفتین اجسام نیمه شفاف، و دسته سومی اجسام کدر یا تاریک، و اینا چیه؟ اجسام از نگاه عبور و جذب نور، جذب و عبور نور. اجسام شفاف چگونه اجسامیه؟ عبارت از اجسامیه که نور بتونه کاملا از او چکار کنه؟ عبور کنه. اجسام شفاف نور از او چکار کنه؟ نور کاملا از آنها عبور نماید. خب مانند چی؟ مانند شیشه و یا مانند پلاستیک. نور از اینا چکار میکنه؟ کاملا عبور میکنه. اجسام نیمه شفاف عبارت از اجسامیه که قسمتی از نور از او عبور کرده میتونه. خب او قسمت دیگه که عبور کرده نمیتونه چکار میشه؟ او جذب میشه. پس یک مقدار از نور چکار میشه؟ جذب میشه، و مقدار دیگه نور چکار میشه؟ عبور میکنه. مانند تکه، همین لباسی که ما و شما میسازیم، یا خیمه ها وقتی ما و شما میبینیم، داخل خیمه یک گروپ خیلی بزرگی روشن میکنیم و داخل خیمه کاملا روشنه، اما وقتی از بیرون خیمه نگاه میکنیم خیلی نور کمی از او عبور کرده و نور ضعیفی ما و شما میبینیم. چرا؟ مقداری از نور جذب شده و مقدار دیگه چکار کرده؟ عبور کرده. و نوع سوم اجسام کدر عبارت از اجسامیه که چکاره؟ نور از آنها عبور کرده نتونه، یعنی کاملا نور چکار میشه؟ جذب میشه و چیزی از او عبور کرده نمیتونه. مانند سنگ، چوب و مثالهای مختلفی وجود داره، دیواری که ما شما میبینیم، تخته که میبینیم، از این اجسام نور هرگز عبور کرده نمیتونه. پس اینا رو میگن اجسام کدر یا تاریک. خب شاگردای عزیز، به چند دسته تقسیم کردیم این نوع اجسام؟ به سه دسته. یک شد اجسام شفاف که نور کاملا از او عبور میکرد و مثال هم زدیم. پس از هر چیزی که نور بتونه کاملا عبور کنه اون میگن اجسام شفاف. اما دست دوم میشه اجسام نیمه شفاف. اینا رو وقتی ما و شما تعریف کردیم گفتیم قسمتی از نور از او چکار کرده میتونه؟ عبور کرده میتونه. و دست سوم میرم گفتیم عبارت از اجسامیه که نور از اونا هرگز عبور کرده نمیتونه. پس اینا میشد اجسام کدر. خب شاگردای عزیز، این موضوعاتی بود که ما و شما به این جلسه فهمیدیم. بازم به صورت کوتاه و مختصر اون نکاتی که خیلی کلیدی و با ارزش بوده برای شما میگم. اول شاگردای عزیز دقت کنین، گفتیم نور یک چیه؟ انرژیه. یعنی از هر کدوم از اینا ما و شما میتونیم سوال بسازیم. نور چیست؟ نور یک انرژیه. اگر با ما بگه نور تعریف کن، نور سبب رؤیت یا دیدن اجسام میشه. چی وقت ما میتونیم یک جسم رو ببینیم؟ نور به او جسم بتابه و از او جسم به چشم ما و شما برخورد کنه. اگر به او تابید و به چشم ما برخورد نکرد، پس ما او جسم رو دیدن نمیتونیم. بعد فهمیدین که اجسام از نظر تولید نور به دو دسته، یعنی چه کار شد؟ بعضی از اجسام از خود اینا نور تولید میکنن و بعضی از اجسام از نور تولید نمیکنه. به همین دلیل اینا را آمدن به چند دسته تقسیم کردن؟ دو دسته. یکی اجسامی که نور تولید میکنه و نام رو گذاشتن اجسام منیر یا روشن، و دسته بعدی اجسامی که نور تولید کرده نمیتونه، و اینا رو گذاشتن چی؟ اجسام غیر منیر یا غیر روشن. و از هر یک هم شما میتونیم چندین مثال برای ما بگین. و موضوع بعدی،
نور چگونه انتشار میکنه. نظر به چندین فعالیتی که ما و شما انجام دادین فهمیدین که انتشار نور به صورت خط مستقیمه، به شرطی که محیط چکار باشه؟ شفاف باشه. باز اگر محیط شفاف نبود و به محیط تغییرات وارد شد، باز مسیر نورم تغییر میکنه. ما و شما در حالت عدی میگیم، در حالت عدی نور به صورت خط مستقیم منتشر میشه. و نکته دیگه که فهمیدیم و به کتاب ما و شما وجود داره اینه که بیشترین سرعت در طبیعت چی داره؟ نور داره. یعنی چیزی دیگه وجود نداره که سرعت یا حتی به سرعت نور برسه. و نکته جالبتری بود، اگر کدام جسمی وجود میداشت، وسیله وجود میداشت که سرعت برابر به سرعت نور بود، به یک ثانیه میتونست 7 مرتبه به دور کره زمین چکار کنه؟ گردش کنه. و آخرین عنوان همی بود که اجسام از نگاه جذب و عبور نور دسته بندی کردین که به 3 دسته تقسیم شد: اجسام شفاف، اجسام نیمه شفاف و اجسام کدر. خب شاگردای عزیز، این موضوعاتی بود که ما شما از فصل جدید خوندیم و تمام نکات رو با مثال برای شما بیان کردیم. حتما شما هم موضوعات کلیدی یادداشت کردین و کاملا هم توجه کرده بودین به موضوع. خب شاگردای عزیز، تا جلسه بعدی که خدمت شما قرار میگیریم، شما رو به الله پاک و منان میسپاریم.